براش کابوس خواهد بود که امریکا بیاد در مرزهای همزبار روسیه و ایران یه پایگاهی برای خودش درست بکنه. بله. مثلا بلوچستان ایران یا ترکمنستان ایران یا آذربایجان یا کردستان ایران یا بخش خوزستان. این کابوس برای هیئت حاکمه روسیه. بله. البته رئیس جمهور خیلی روسیه آقای مدودوف چندین بار در این سخنرانی های اخیرش که در واقع سخنرانی های خداحافظی به عنوان رئیس جمهور که ایشون بعد از یک ماه میره پوتین جاشو میگیره و ایشون نخست وزیر میشه. بله. نخست وزیر کشور روسیه. اینها معتقدن که هرچه زودتر باید ارتش نیروهای نظامی روسیه رو مدرنیزه بکنن. خب اگر این اتفاق بیفته و واقعا نیروهای نظامی روسیه مدرنیزه بشه، اون وقت روسیه میتونه به طور جدی قدر قدرتی نظامی آمریکا را حداقل در مرزهای خودش به چالش بطلبه. بله. و این کمک میکنه، حتی این جریان کمک میکنه به کشورهایی که نمیخوان توسط آمریکا کنترل بشن. بله. یعنی که یعنی باید تمام اینا را در نظر بگیریم که آمریکا میتونه بره ایران یا بشار اسد رو سرنگون بکنه، ولی خیلی امکان داره که قیمت بزرگی باید بپردازه. آیا حالا هیئت حاکمه آمریکا این آمادگی رو داره؟ از هر نظر، چه مادی و معنوی، چه از نظر نظامی و اقتصادی و غیره، این شرایط رو داره که این قیمت بزرگی رو بپردازه و بره رو بشه با کشورهای بزرگی مثل چین و روسیه؟ این تمام این نابودی جهان است دیگه جناب پارسابنا. در اون موقع میره به سمت نابودی جهان. همین اندازه اینا جهان رو به خشونت کشیدن دیگه، جنگل شده. الان چهره واقعی جنگل خودش نشون داده، اصلا چیزی از انسانیت دیگه نمیشه. در واقع همون نظرگاهی رو که سالها سال قبل بخشی از چالشگران ضد نظام میگفتن که اگر ما راه آلترناتیو بهتری رو برای جهان آینده نبینیم، بشریت نبینه، ما امکان داره که اون راه دوم رو بریم که همون به سوی بربریت خواهد. بله. امروز از اتفاقاتی که در بعضی از کشورها مثل لیبی اتفاق میفته واقعا چیزی به غیر از بربریت نیست. دقیقا جهان به بربریت کشیده شد. بله بله. چون اصلا چهره جهان خونالوده، اصلا آدم احساس بد داره از این شرایط، اخبار. بله. هر دوش خون میریزه. اگه مردم جهان این بربریت ها را فقط در افغانستان و عراق و در یمن تا اندازه میبینن، ولی این بربریت ها را اگر در کشورهای بسیار بسیار بیشتری که اتفاق میفته هر روز و شب ببینن، چقدر میتونن در اون تصمیم گیری های خودشون مصمم تر باشن. بله. که جلوی این نظام بلند بشن. البته بلند شدن، جنبش تسخیرها. بله. در اکثر شهرهای آمریکا و اروپا در جریانه و جنبش در واقع بهار عربی تبدیل شده به بهاران آفریقا و آسیا، مردم به بلند شدن. منتها هنوز هم این بلند شدن ها و اینا اون ساختارهای خودشون رو به وجود نیاوردن که در مقابل این نظام جهانی به یک آلترناتیو جدی تبدیل بشن. دارن آلترناتیو سازی میکنن، ولی هنوز این آلترناتیو سازی ها خیلی خیلی کوچک و ضعیفن در مقابل تهاجمات نظام جهانی. دقیقاً. جا پارسه بنام، به هر روی برای این
وحشیگری ها و خشونت ها و قدر قدرتی ها و باج گرفتن ها و قارت ها باید راه حلی بشر پیدا کنه. حالا و به ویژه حالا یه کشوری مثل ما که در معرض خطره، این خیلی نکته خیلی مهمی است که بدونیم و باید بهش باور داشته باشیم که اگر یک آلترناتیو، یک بدیل و یک اپوزیسیون ملی، یک اپوزیسیون استقلال طلب، آزادی خواه و یک اپوزیسیون که معتقد به عدالت اجتماعی، یک چپ گسترده و یک نیروی ملی وسیع نباشه، قطعا در خطر و همه روز یک دست دشمنان بیشتر باز است برای اون اهدافی که داره. ما چندین بار در این سالهای گذشته در همین برنامه به صورت نسبتا جامع‌تری این مسئله رو مطرح کردیم. من حالا یه جمله دیگه‌ش هم میگم که این خیلی مهمه که ما نگاه کنیم که ببینید وقتی که مثل دانشجویان جوان و کارگران بیکار آمریکایی در این جنبش تسخیر و اینا که میریم میشینیم در مجمعیمون ایشون گوش میدیم میگن ما 99 درصدی ها در مقابل 1 درصدی ها، خیلی مهمه به این توجه کنیم که این تقسیم بندی 99 درصدی ها در مقابل 1 درصدی ها یک تقسیم بندی صرفا اقتصادیه که اگر امروز هم درست نباشه دقیقا مثلا عوض 99 بگیم 95 درصدی ها در مقابل 5 درصدی ها، به قول این جوانان که تا دو سال آینده حتما میشه 99 درصدی ها در مقابل 1 درصدی. بله این واقع واقعیت اگر نقیبسته میگره ولی صرفا اقتصادیه، این تقسیم سیاسی نیست. هنوز هم بخشی از مردمی که فقیرن، بخشی از مردمی که اون 99 درصد تعلق دارن در کنار این متجاوزین هستن. بله در دست از چنگ اونان. بله بله دقیقا. شما اگر توجه کنی سربازاشون میشن پاسدارش. ترتیب بندی تی پارتی حزب چای در آمریکا، شما میدونید که یه بخشی از این آدمایی هست این تو بیکارن اصلا. بله. کارگران بیکار اونتا به دنبش تسخیر نپیوستن، به تی پارتی پیوستن. بله. خب اگر ما اینو توجه کنیم، یعنی ما چالشگران ضد نظام، هم ضد نظام جمهوری اسلامی هم ضد نظام جهانی سرمایه، ما به این توجه کنیم باید اون وقت به این جریان اتحاد خودمونو که باید اتخاذ بکنیم خیلی خیلی توجه کنیم. یک زمانی شاید امکان داشت که یک نیروی چپ مارکسیستی یا چپ سوسیالیستی در یک کشوری اونجا رو به دست بگیره یا بخشی از دولت رو به دست بگیره. این در مورد ملیگرایان و دیگر نیروهای دموکراتیک هم صدق می کنه که امکان داشت که سوکارنوی دکتر مصدقی بیان و برن یه بخشی از دولت رو اولا بخش اجراییش رو در دست بگیرن، ولی امروز اون شرایط دیگه وجود نداره. ما باید قبول بکنیم که به تنهایی نمیتونیم در کشور ایران کاری رو به جلو ببریم. میتونیم کار بکنیم، میتونیم عمل بکنیم، فعالیت هم داشته باشیم، ولی به تنهایی نمیتونیم به اون بخشی از اون آرزوهای مردم ایران جامعه عمل بکنیم. به حرکتمون تداوم بدیم برای پیروزی اسلام. به حرکتمون تداوم بس. در نتیجه من معتقدم که باید نیروهایی که دموکراتیکن، استقلال طلبن، آزادی خواهن که تعدادشون کم نیستن، منتها پراکنده هن. وقتی که میگیم مثلا ملی گرایان ایران پراکنده هستن، منظورم نیست که سازمان ها وجود داره با هم همکاری نمی کنن. نه، منظور این که بخش بزرگی از این انسان‌های ملی‌گرا، دموکرات، آزادی‌خواه، خواهان ایجاد ایران پر از آبادی و شکوه هستند، اینا خارج از اون سازمان‌های خودشون اصلا تشکیلات ندارن، پراکنده زندگی می‌کنن. بله، بله، این در مورد چپ‌های ایران هم فکر می‌کنه. بله. دقیقاً. یعنی بخش بزرگی از افراد چپ مارکسیست ایرانی در داخل سازمان های مارکسیستی نیستن، در خارج از اون پراکنده، پراکندگی هم اون اصلا
معنی پراکندگی این نیست که این سازمان با اون سازمان هم کاری نمیکنه. منظور اینه که 80% اون سازمان، 80% این سازمان دیگه در داخل اون تشکیلات نیستن، رفتن اصلا. پراکنده شدن. دقیقاً. این ما باید اینو با جسارت کامل بیاییم بگیم و روش بیستیم و در اون جهت بریم که یک اتحاد بزرگی از نیروهایی که استقلال طلبن، آزادی خواهن و عدالت اجتماعی میخوان و رابطه ارگانیک و دیالکتیکی این سه شعار اصلی مردم ایران را که از انقلاب مشروطه تا کنون با ما بوده درک بکنن، باید بیان اتحاد خودشونو اتخاذ بکنن. بله، من هم مثلا خیلی خوشحال میشم که روسیه و چین در مقابل آمریکا ایستن، ولی ما نباید اینو به آرزو کنیم. بله دقیقاً. این همین چین و همین روسیه فرد خدمت ما میرسه که دارن فعل اثر اونها نمیخوان مردم جهان، مردم ایران آزاد و دقیقاً آباد و استقلال مستقل باشن. بله اصلا دلشونه، اونا میخوان منافع در اون زمان باز منافع خودشون به دست بیارن دیگه. کاملا. بله. سپاسگزارم جناب پارسابناب، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم. تا به پایان با ابیاتی از زندیات حمید مصدق که گفت تو اگر بنشینی من اگر بنشینم چه گسی برخیزد، تو اگر برخیزی من اگر برخیزم همه برمیخیزند، باز هم بر احوال دنیا به گفته سعدی که گفت تو عاقل را نباشد کین و پیکار، نه دانایی ستیزت با سبکسار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارن نویی، همیدون سرکشی آزرمجویی. اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند. سپاس بسیار به جا بود دیگه شعر حمید مصدق با صحبت های ما. بله شعر سعدی هم با احوال دنیا که چگونه. بله سپاسگزارم جناب پارسابناب، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. خیلی تشکر میکنم. شب روز شما بخیر. اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره جای خالی بزرگانی همچون مصدق در این روزگاران و در این شرایط حاکم بر منطقه و جهان، لزوم هرچه بیشتر استراتژی استقلال طلبی مصدق با توجه به برنامه‌های نظام جهانی برای تسلط و غارت کشورها، توسعه طلبی لومپنی، شرایط امروز سوریه، هدف آمریکا و غرب در سوریه، سه کشور دیکتاتورتر و تروریست‌تر از صدام در عراق، مدل لیبی و عراق برای سوریه، اسرائیل چگونه تجزیه ای را برای سوریه می‌خواهد، عربستان و شیخک‌های خلیج فارس چه می‌خواهند، آیا یاوه‌ها و دخالت‌های آنان بدون تحریک و خواست آمریکاست؟ اسناد و مدارک وزارت امور خارجه، CIA و وزارت دفاع آمریکا درباره برنامه‌ها و اهداف آمریکا در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی چه می‌گویند؟ جهانی ساختن دکترین مونرو و مهمترین منطقه آن، تعویق افتادن آن از سال 1955 تا 1975، سه عامل بازدارنده و تعویق آن، ریزش و حذف این چالشگران، آغاز مجدد این طرح با حمله به افغانستان، سپس دیگر کشورها و تداوم آن به صورت جنگ‌های مخفی در سرزمین‌های دیگر تا همکنون، شرایط امروز لیبی و مقایسه آن با افغانستان، تجزیه مالی بر اثر مهاجرت سیاه‌پوستان لیبی، جایگاه سوریه در روند هدف نهایی آمریکا و تسلط کامل به منابع نفتی و انرژی جهان، آیا آمریکا در سوریه موفق خواهد شد یا نه، هدف نهایی و هدف اولیه آمریکا در خاورمیانه و سپس در جهان،
نقش فرانسه در سوریه. در سوریه آمریکای از در رانده شده با تحریک چهار دولت همسایه سوریه سعی در تجزیه آن دارد. وضعیت آینده این چهار کشور، لبنان و بحران آن، آینده اخوان المسلمین در اردن و دیگر این همسایگان، اینکه سوریه آخرین نخواهد بود، چه به خبرهای بحرین از آن همه قتل و کشتار و حتی شکنجه پزشکان بحرینی پخش نمی شود، اما در همه جا خبر کشتار در سوریه هست. آیا تفاوتی بین سلفیست ها و وهابی ها با طرفداران ولی فقیه و همینطور بنیادگرایان دیگر مذاهب هست؟ آیا اسرائیل قادر است بدون خواست و حمایت و تحریک بخش های جنگ طلب آمریکا به ایران حمله کند؟ سوریه پایه و پل تجاوز به ایران؟ موفقیت هدف نهایی آمریکا با تسلط بر ایران قلب منطقه میسر است؟ این همه جنگ و خونریزی و خشونت و ویرانی آیا جهان را به سوی بربریت کامل پیش نمی برد؟ راه حل مقابله با این همه نابودی و جنایات علیه بشریت چیست؟ ضرورت همبستگی ملی بیش از هر زمان بین نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و عدالت خواه توجه می فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.